آلودگی هوای شهر تهران در اولین روز آذر 1400 به عدد 165 رسید و عنوان آلوده ترین روز امسال را به خود اختصاص داد. حالا این شهر در میان 10 شهر اول آلوده جهان قرار دارد. پایتخت امسال زودتر از سالهای قبل با مشکل همیشگی خود روبرو شده. امسال میزان انتشار آلاینده ها و شرایط جوی در تهران که دو عامل تعیین کننده در میزان آلودگی هوا محسوب می شوند بسیار نامطلوب تر از مدت مشابه سالهای گذشته است. انتشار آلاینده ها به دلیل کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشایی مدارس تشدید شده و از سوی دیگر کمبود بارش و میزان سرعت باد هم باعث شده که ضریب تهویه شهر کاهش پیدا کند. به این دلایل باید افزایش میانگین سن ناوگان حمل و نقل عمومی را هم اضافه کرد که هر سال فرسوده تر می شوند. با این شرایط زمستانی آلوده تر از این روزها دور از انتظار نیست. با توجه به شواهدی که ما الان داریم مشاهده می کنیم که خب تا اینجای سال میزان انتشار آلاینده ها بیشتر بوده نسبت به سال گذشته و همچنین انتظاری که از ادامه سال داریم که به دلیل در واقع بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و لغو محدودیت ها قراره که ایجاد بشه، خب طبیعیه که ما در فاکتور اول که همون بحث افزایش انتشار آلاینده ها هست انتظار کاهش رو نداریم. حالا عامل دوم اینجا تعیین میکنه که آیا ناپایداری های جوی به میزانی خواهد بود که این میزان افزایش رو مهار بکنه یا نه. اگر به این میزان نبود این افزایش ناپایداری ها، خب ما طبیعتاً باید امسال تا پایان سال این وضعیت رو شاهد باشیم و وضع اون نسبت به سال گذشته بدتر خواهد بود. اما اگر میزان ناپایداری ها به یه طرز در واقع زیادی افزایش پیدا بکنه، شاید میشه امید داشت که این میزان افزایش انتشار آلاینده بشه مهار کرد. سال گذشته موضوع مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و تأثیر آن در آلودگی هوا به طور گسترده‌ای مطرح شد و امسال هم مازوت همچنان نقش چشمگیری را در آلودگی هوای شهرها دارد. بر اساس اخباری که خب شنیده میشه و اظهاراتی که مسئولین کردن، خب ظاهراً مازوت‌سوزی شروع شده در شهرهای مثل تبریز. 15 روزه که ظاهراً مازوت‌سوزی داره انجام میشه، سایر شهرها هم کم و بیش دارن این کار انجام میدن. حالا در تهران هم فعلا که میگن اجازه نخواهیم داد، حالا باید ببینیم در ادامه سال اقدام به چه صورت خواهد بود. اما خب سازمان محیط زیست ظاهرا خط در واقع لوله استفاده از این سوپ رو در نیروگاه ها پلم کرده و امیدواریم که خب دادستانی های کل کشور هم از این اقدام سازمان محیط زیست حمایت بکنن و اجازه ندن که این پلم ها باز بشه، چون اگر اتفاق بیفته به خصوص در شهری مثل تهران با این وضعیت فاجعه باری که ما امسال باش مواجه خواهیم بود به لحاظ آلودگی هوا، خدا میدونه که چه در واقع افتضاحی به بار بیاد و ما چه شرایطی روبرو باشیم. جست و گریخته میبینیم که داره شهرهای دیگه این اتفاق میفته. امیدواریم که به تهران در واقع کارش کشیده نشه و نیروگاه تهران از این سوخت استفاده نکنن امسال. برای این شرایط خاص راهکارهای مانند شناورسازی ساعات کار ادارات می تواند در بازه زمانی کوتاه شدت بحران را کاهش دهد. از سوی دیگر نصب فیلتر روی خودروهای دیزلی، تعویض کاتالیست تاکسی ها، انژکتوری کردن موتورسیکلت های کاربراتوری و اقداماتی مشابه می تواند در مدت زمانی کوتاه بازدهی بالایی داشته باشد. با این اقدامات طی چند سال از شدت این بحران کاسته می شود و این امکان وجود دارد که در صورت عمل به راهکارهای اصلی که زمانبر و هزینه بر هستند مشکل آلودگی هوا حل شود. با وجود این شرایط بحرانی در تهران هنوز هیچ جلسه‌ای توسط کمیته اضطراری آلودگی هوا تشکیل نشده و به نظر می‌رسد ماجرای آلودگی هوای این شهر به دست فراموشی سپرده شده است.